درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز سه‌شنبه است، اول ماه فوریه سال اول ماه فوریه سال 2008 میلادی. در روزهای جمعه از ساعت 8:30 تا ساعت 9:30 خدمت شما هستم. در باب گذشته ادبی ایران صحبت میکنیم. چند هفته ایست که خدمت شما عرض کنم که از کلیله و دمنه داستان ها میخونیم، اما امشب برنامه دیگری داریم. اجازه فرمایید یک غزل کوتاه از خواجه حافظ شیرازی برای شما بخوانم و بعد میپردازیم به بقیه برنامه. بله، صبح ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. زن پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. خورشید میز مشرق تا ساغر طلوع کرد، گر برگ عیش می طلبی پرک خواب کن. روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند، زنهار کاسه سر ما پر شراب کن. ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم، با ما به جام باده صافی خطاب کن. کار ثواب باده پرستی است حافظا، برخیز و عزم جزم به کار ثواب کن. بله، غزل کوتاه از خواجه حافظ شیرازی به شما تقدیم کردم. خدمت شما عرض میکنم که سالیان پیش میشود حدود سالهای 44 یا کمتر یا یک سال شاید بیشتر، از کنم تلویزیون خیلی قدیم نبود، اینها و اواسط روز حدود 11-11:30 یک برنامه پخش میشد، موسیقی ملی پخش میکرد. ما هم این چیزی تماشا میکردیم. هر سبب که در این برنامه تلویزیونی که سیاه‌سفید هم بود، یک جوان رشید متین در سمت راست صحنه همیشه بود با یک کراوات باریک، و از سواد که کرار دست ایشان اگر خطا نکنم مرحوم زرین پنجه و یک هنرمند تنومند ایرانی بود، بعد سمیدیم آقای عباس زندی اسمشون بود، سنتور می زدن، گاهی اوقات آقای شریف هم بودن و استاد اصغر بهاری، و موسیقی کلاسیک ایرانی اجرا می شد و اون جوان آواز می خواندن. بعد می شود که بعدها ما متوجه شدیم اون جوان خوش‌سیمایی که در اون گروه آواز خوندن آقای هوشمند عقیلی بودن که بعدها با عرض کنم که چند ترانه بسیار بسیار شهرت یافتن. فکر میکنم سال 1975-76 بود، برای مراسم نوروز تعداد زیادی از هنرمندان رو فرستاده بود از اینجا، از استاد شهناز بگیرید تا آقای مارسل استفانی اگر اشتباه نکنم، از خانم مرضیه تا از کنم خانم گوگوش، استاد شهناز هم بودن و جناب عقیله هم بودن. یک سلام علیکی خلاصه با هم داشتیم در روزگار تا اینکه بنده موف کردم به، یعنی آمدم در لس آنجلس و دوستی ما آغاز شد. از اون روزگار من وجود سی گرامی آقای عقیله افتخار میکنم. اخیراً یک از کنم که چند سیدی منتشر کردن، ردیف‌های ایرانی رو خوندن. اجازه فرمایید درود بفرستم آقای عقیلی، قربون شما، حالتون چطوره؟ خیلی ممنون. قربون شما. استاد قربون شما. درود شما باید. باور می‌کنید الان برای واقعا یک افتخاریه که در جوار واقعا استاد مهندس بهرام مشیری من بنشینم و درود شما عزیز. لطف کردن برای دعوت کردن. ضمن عرض درود خدمت همه بینندگان عزیز و بینن تلویزیون پر بیننده در این ساعت، واقعا باید بگم که برنامه جناب مشیری و لطف کردن به خاطر اون به اصطلاح کاری که من کردم، اون سیدی جدیدی که درست کردم برای تشویق بنده، هم فرمودن که بیاد بشینم و اگر که مسئله هست یا سوالی هست یا این که کمی راجع به این مسئله صحبت کنم، یا به طور کلی موسیقی کلاسیک ما یا موسیقی ایرانی ما که البته به غلط میگن موسیقی اصیل ایرانی و هرچی که به هر حال مسئله هست، سوالی هست، به شرطی که مهندسشون سوال سخت نباشه. نه خواهش میکنم هوشمند جان، این کار سختی بوده این کار، البته من در جریانش بودم از ابتدا. بله. اما بسیار کار پر زحمتی بوده ضبط این ردیف ها و اینا. خدمت هست کنم که بالا من چون احساس کردم که
باید یک کاری کنم، چون از دوران کودکی یعنی دوران نوجوانی، من در حضور بسیاری از اساتید آواز ایران بودم و تعلیم دیدم. از نوجوانی که در خدمت در اصفهان در خدمت استاد تاج اصفهانی بودم، مثلا ردیفای مثل همایون و سگاه و اصفهان و شنط گوش و اینا. بعد وقتی که مشقامو تمام شد در اصفهان، آمدم در تهران. اونجا توسط یک دوستان با استاد اسماعیل خان مرتاش که اون جامعه بار یا باربر داشتن در لاله‌زار، اونجا میادمه که زمستونا در خود اصطلاح تئاتر جامعه بودیم و تابستونا در منزل خودشون که در شمیرانات بود همیشه چهارشنبه میرفتیم. یادم آقای وفایی بود، آقای شجریان بود یادم میاد، و بعضی دوستان دیگه دوست خانم بودن. در خدمت ایشون هم بودیم که فقط ایشون فقط تار میزدن و همطور که همه ورد میخوند. بعدن خدمت هست کنم که در زم هنرستان موسیقی آزاد یا آزاد موسیقی هنرستان، بله، که استادش جناب محمود خان کریمی بودن، بله، بنده اونجا نام نویسی کردم و به هر حال این افتخار داشتم که برای مدت ها در خدمت ایشون بودم، که همچه واقعا انسان والایی بود آقای کریمی، و ضمناً یا آقای تاجبخش هم بود که میومد اغلب ساز میزد مثلا کمک میکرد، تا خود این که بعدا خود آقای کریمی با ستار آشنا شده دیگه ستار میزد، احتیاج نبود کسی بیاد. عجب، بله، بچه آقای تاجبخش ستار میزدن دیگه، اون که آره دیگه میزدن ویولون میزدن ستار میزدن همه چی، بعد اینو میارن کمک میکردن. یکی این بود، یکی آقای دیگه بود که یادم نیست که در هنرستان چیز روز ارکستر بودن و ایشون هم تار میزدن، گهگاه ایشون هم تشمیه بردن در حال بکم ایشون. بعد علاوه بر اون، وقتی که تلویزیون ملی ایران تأسیس شد، ارکستر به اصطلاح سعی کردن که ارکستر سازهای ملی داشته باشن، بله، که همونطوری که جناب علی فرمودی این آقای فرنگ شریف بودن، بله، آقای زرین پنجه بودن که زیر نظر آقای زرین پنجه بود کار، آقای عباس زندی بودن که سنتوری می‌زدن، آقای ابراهیمی بودن که ستار می‌زدن، آقای ناصر افتتاح بودن که ضرب می‌زدن، بله، و یکی دو سه نفر دیگه که در دو ردیف دوستان می‌نشستن و ارکستر ایرانی بود، آهنگ‌ها هم که دوستان می‌ساختن و حالا هر کدوم بعد می‌دادن به تلویزیون، و با ما به ترتیب چند نفری بودیم که این آهنگ می‌خوندیم. بنده یکی از اونایی بودم که علاوه بر اینکه خب هم ترانه بود می‌خوندیم به سبک رادیو ایران، بله، که روز از ساعت 8:30 تا 9 قبل از اخبار، بله، ارکستر بود که شب شنبه اول بنان میخوند، بعد آقا خانم مرضیه میخوند، بعد دوشنبه آقا خانم دلکش میخوند، بعد یاسمین و الهه، و در چهارشنبه میخوندن، اینا که ترانه خوندن دو تا بود، و همین برنامه رو در تلویزیون پیاده کرده بودیم. خانم ها وقتی که ترانه شو میخوندن برای تکمیل اون برنامه، ما مجبوریم آوازهای وسطش هم بخونیم. البته ذره مشکل بود چون مایه صدای خانم ها و آقایون خب چپ بود، ولی بالاخره کارش میکرد. و اولی خودمونم که خب آهنگایی که می ساختم در تلویزیون اجرا می کردیم و بعدم آواز و دیگه بعد. تا اینکه من وقتی که یه دورسی گرفتم از طرف وزارتخانه بسیار وزارت چیز نخست وزیری که کار می کردم برای انگلستان، چون ما جزء سازمان مرکزی تعاون کشور بودیم، بله، بعد یک بورسی اومد از یونسکو از اونت بخاطر تعاونی ها که در سراسر دنیا چیز بود، و ما هم قبول شدیم و بالاخره رفتم مدتی در لندن و اونجا برای فوق لیسانس یا پست گریجوییت دیپلوما بشیم، بله، در قسمت چیز به تعاونی. وقتی که برگشتم جناب بنده دیدم که اوضاع احوال موسیقی به طور کلی فرق کرده. چرا؟ برای اینکه بگم خانم و آقایون، من قبل از اینکه خب این کار میکردم علاقه داشتم، توی مدرسه مثلا برنامه اجرا میکردیم، فوق برنامه بود، ولی خب جوری نبود که اونقدرها مثلا پدر من شاید مثلا تو زیاد راضی نبود، یا خانواده ها در یه جوری بود که نمیخواستن حالا حتما مثلا من خواننده بشم یا دوستم. پدرم گفت من چون دوستان دارن هی میگن که استعداد داری، من تو رو میذارم پیش استاد درس بخون یاد بگیر، ولی تا درس در یه سطح والایی نگرفتی، یه مدرک نگرفتی، یه کار نگردی، دوست ندارم که کار اصلی تو خوانندگی نباشه، که تا این تاریخ هم باشه نبوده. با اینکه خب فرق میکنه از ذره بازی هست، حالا کار ندارم. در حال وقتی که برگشتم از اینو رو میخواستم حضورتون بگم که دیدم واقعا اوضاع فرق شده. یه مقدار ما واقعا اصلا یکی هنرپیشه ها خیلی ارج براشون میذارن،
یکی هنرمندان واقعا دیگه اینها سمبول های مشتم هستن. و بعد در لندن واقعا دیدم، یا سفری به آمریکا رفتم برگشتم دیدم که اصلا پادشاهی ممچت اونا بله بله دیدم اباحتی که اونا دارن، ارزشی که اونا دارن، رول مدلی که اونا هستن، اینها واقعا فرق میکنه. اینه که وقتی بازگشتم تصمیم گرفتم من هم به اصطلاح دستی بالا کنم بیام، چون از این هم ضمناً در تلویزیون ملی ایران با آقای قوامی هم، استاد قوامی، آقای فاخته‌ای که من ازشون واقعا خیلی چیز یاد گرفتم، از این انسان والا. به هر حال برگشتم گفتم که من دیگه میخوام شروع کنم خودم به خودم منهای مسئله تلویزیون. در اتفاق مبیتی به خود سعدی افتاد در منزل یکی از دوستان جناب محمودی که آقای پازیکی داشت میومد اینجا با یکی از دوستان، وقتی که خب نشستم اینها و خانمه میگفت که خب اگه حاضر هر دو کاری بکنیم، گفت خب من یه آهنگی دارم که مال فیلمه. آقای پازیکی گفتم و این مال فیلمه، ولی خب من میدم خروج مثلا ایرج بخونه، میدم خب میدم عقیلی بخونه. ای خدا جان ما، هستی ما در ید قدرت توست. این بود فرن برخواه ما رفتیم این رو ضبط کردیم و ایشون برد در پارس فیلم. بعد در پارس فیلم گذاشتم، گفتن ببین آهنگ فیلم یا اهلی باید بخونه یا ایرج. راست شده بود، خوش بخونه. برای همین هم هست که دوست عزیزم دکتر طبیبیان که کاسپیان رو داشت و این متقبل شد که مخارج به صلاح کارش انجام بده و ایشون به سازت کاست رو یه مرتبه در عرض شد وقتی که جمعه پخش شد یه روز شنبه یه دفعه این آهنگ فیلم بود شما خوندید؟ نه در فیلم پخش نشد دیگه. بله به صلاح آهنگ مجزا پخش شد. بله دیگه اصلا آهنگ برای خودش شد، یه قرار بود باشه. داستان جان ما هست یه آدم به صلاح دام اولی چیزی بود که کرار خیابون که داره با خدا چیز میکنه. بله حالا دیگه نوبتی تو و باور کنی اصلا یک مرتبه این کار گرفت. حالا بعض وقتا چیزی میاد دیگه، گاهی بساط عشق خودش جور میشود، گاهی به صد مقدمه ناجور میشود. و واقعا بعد بلافاصله حالا بکار ندارم آهنگ دومم که فردا تومیایی بود و اینها دیگه یه دفعه دیگه ما آمدیم در دور کار خوانندگی. باز ضمناً کار خوب اداریمون هم داشتم. این آهنگ دوم شما هم آقای پازیکی ساخته بود؟ بیشتر من اون موقع بیشتر با تمام آهنگ اون چراغ خونه، دریا، فردا تومیایی، خسته، اینا همه رو در اون زمان من با آقای پازیکی کار کردم. با هم کار داشتیم، قرارداد داشتیم با هم دیگه. تو این سالها چند تا خاطره برام گفتین خیلی جالب بوده. یکی همین که امشب دلم میخواد، بعد میگه یه کلامی اونجا بوده که روی دوستان نپسندیدم، برن عوض کردن یه این کار چیزی بود. بعد از چیزا داشتیم. من همین فردا تومیایی من یادمه که حالا رفتیم از بیرون ضبط، چون همین آهنگو بیرون ضبط کردیم. حالا درسته من خواننده تلویزیون بودم، ولی کاری اینا رو ما در تلویزیون ضبط نمی‌کردیم. بله. در بیرون خب کاسپیان مثلا هم چیز می‌کرد دیگه، اون تهیه می‌کرد و بعد می‌آوردیم در تلویزیون یا در رادیو. من یادمه که همون شبی که فردا تومیایی پخش شد شعرش این بود: امشب سراوی سینه من گریه بارونه، امشب چه آسون اشک می‌ریزن روی گونه. بله. امشب خدا هم بنده خود را غضب کرده، غم‌ها همه از سینه من سر در آورده. قشنگه. آره این طور که اون نمی‌دونه. خب ما وسط کار قطع شد و آرم تلویزیون اومد و دیگه اون آخر شدن بود. بعد خانم یادم دلارام کشمیری بود که من اومد آنانس کرد که خب برنامه‌های شنبه فردا از صبح اینجوری بود. ایداد این همه ما زحمت کشیدیم چی شد؟ برق رفت که نه، داستان چیه؟ بعد فهمیدیم که فردا گویا شاعر رو خواسته بودن که این سرای گریه بارون کجاست؟ به چه دلیل شما محزون هستین که همین خوشحال هستن در کشور آباد؟ بله. چه دلیل شما گریه میکنین؟ چه دلیل رو فرام؟ بعد ایشون عوض کرده و امشب دلم میخواد تا فردا می بنوشم، زیباترین جامعه هایم را بپوشم. گفتم اولی زیباتر بوده. نه از اینا خیلی دارم. چه خستم همینطور بود. اون چی بود داستانش؟ یا هنگ خسته میگه دو تا زن و شوهرش یا با کوپلی که زیری با خلما اسوانی کوپلی که زیری سخت دارن با هم زندگی میکنن، میگه ای که خسته کرده ای مرا ز لحظه ها، من از این قفس به یک بهانه میروم. این هم داده اصلا چیز نکردم، پخش نکردم. باز دوری بود که همه دوری بود چه قبره بود. گفتم قفس کجاست؟ چرا قفس؟ بله. این داره ثابت میگیره. نمیدونم شما میگین. بله دیگه.
بله سانسوری بود که نکردن. بله 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 نه سانسوری بود که شورای موسیقی نکرده بود. بله عرض می‌کنم یعنی موسیقی داشتن جدا سیاسی به قضیه دادن. بله دیگه قفس دیگه و اونم واسه من ز پیش تو به یک بهانه میرم. آها مثلا اینا رو هم داشتیم. بله خب این اشاره کردین به اصلاً که استاد تاج اصفهانی که شما خدمتشون می‌رفتید. بله بله جمعه شاگرد دیگری هم داشتن اینا تا اونجا که من بودم نه مثل که همتون تقریبا حالت خصوصی بود مثلا کلاسی به اون صورت نبود خصوصی جمعه ها من می‌رفتم. یه آقایی هم بود که در می‌زد جمعه ها یا آقایی بودن آره این هم خیابونه بودن این عاشق خوب این بود یه دفعه در می‌زد الانشم یادم رفته همیشه که در میگفت آقا تشریف آوردم باز کنن و من نمیدونم حالا خودم حسابی کتابی چیزی نسبتی داشتم فلان دم در میگفت حزا آقا یه چه سرزه میخوام برم میخوام روزمو بسازی برم اینم تو دالوم یا قربان تو قربان خدا بهت میگم جالب بود در میزد که یه چه از این ایشون از این واقعا بلبل خوش الهان اسم هم شهری ما بشنوه و بره. بله بله خب بعد دیگه در حقیقت زندگی هنری شما به عنوان خواننده تثبیت شد به عنوان بله. خواننده پاپ اصولا بله اصولا بله. بله. دیگه کارهای موسیقی ملی و اینها دیگه رها شد تر. بله بله البته در تلویزیون بودیم آواز ملاینا ولی بر روی صحنه و اینها خیلی کمتر یه خط و خط بله 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 ولی بیشتر خب ترانه چون به مجرد که میایی رو صحنه اول داد بزنن مثلا فراتو میایی مثلا چرا به خونه آنجه چشم باشن بله نام بردید از کنم که برحوم کریمی و کارهایی که ایشون ضبط کرده برای ردیفیش از آقای کریمی بله بله از مرحوم استاد دوامی هم دارم بله. اینو میخوام بگم استاد عزیز شما خودتون کاملا اهل موسیقی و اهل هرچی که بگیم شما واقعا خودتون کاملا وارد هستین ولی خب برای دوستان عزیز عرض میکنم ببینید نازنینان اصولا موسیقی کلاسیک ما به علت اینکه اون تاریخ مدونی رو ما نداریم ما اطلاعی نداریم که حالا مخصوصا در قبل از اینکه خب اعراب بیان بیان فهم خود اسامی داشتیم بله. بامشاد و نکیسا و باربد یا باربود یا امثال هم ولی چون وسایل ضبط و ثبت نبوده نمیدونیم به قول معروف گفت که تو اون داستان که تو رودکی چنگ بر گرفت و چنان نواخت یا نمیدونم احمد نصر سامان بدون موزه سوار شد و رفت چه چیزی ساخته بود این قدم تحت تاثیر قدم ای کاش یه وسیله بود که حالا میشنیدیم که رودکی چیز ساخته چیز زد در اون زمان چه گنجینه میبود بوده واقعا یا همین هایی که بعض هر حال اسم میبریم مثل نکیسا و اینا که الان فقط اسمی ازشون هست و یه مقدار ردیف هایی هست که اسامی مثلا ما نمیدونیم چی مثلا شبدیز نمیدونیم چه آهنگیه چی بوده و چگونه اجرا میشده اجرا میشده به هر حال مخصوصا بعد از اینکه خب اعراب اومدن به طور کلی موسیقی مخصوصا سازها حرام شد دیگه یعنی کنار گذاشته شد فقط حالا شما اگه درست میگم غنا یعنی خوندن اونم در مراسم مذهبی فقط جایز بود درسته. و الا شما آوازه مثلا شادم نمیتونستیم بخونیم برای عروسی و برای شدن اصولا به طور کلی و با به اصطلاح ساز به طور شده بود که الان مثلا در الاغانی می نویسته اون آجبا فرج اصفهانی همشهری ما که چند چل که کتاب بسیار قطوریه به همه زبان هم ترجمه شد خیلی از فارسی یه قیمت شد آقای باشی ترجمه کرده بله. به نام موسیقی خاورزمین خب بله بله, بله. بله. اون متولی خود اقانی بخش کوچیکش به فارسی ترجمه شده بله بله ایشون میگه که حتی سوزاندن و شکستن ریز حکم نماز و روزه رو داشته خب بله بله همینجوری شما مثلا یه ضرب میدیدین توی در باز بودین میتونستین راحت برید تو ضرب بردارین مثلا بشکنه به هر حال یکم چه مسائلی در صورت که حالا شاید هم جایی ننوشته شده باشه اینه که موسیقی یه ذره رفت در کمون یعنی فقط سینه به سینه البته همین ردیف ها هم باعث شد که موسیقی کلاسیک ما تا به اینجا رسید مسئله سازها مسئله شاد بودن بسیاری از گوشه ها که از بین رفت ولی این قسمت ها به اصطلاح به جا مون و شاید بهش هم اضافه کردن به خاطر مسائل تعزیه مسائل شب زنده‌داری های به اصطلاح مذهبی و به طور شد که مثلا شما مثلا حتی لالایی که مادر واسه بچهش میگه یه حالت غم انگیزی داره بله لا 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 ل
من به چشم خودم دیدم استاد که مادری داشت برای بچه 2 ساله بود داشت لالایی میگفت خودم بچه همینطور نگاه میکرد تو ذهن مادره یه دفعه بغض کرد و یه دفعه زیر گریه واقعاً انگیز بود اینقدر اثر گذاشت روی بچه 2 ساله بله. البته موسیقی منهای شاد ما موسیقی مثلا برای مدیتیت داریم ولی غم انگیز نیست بله ما در خلسه فرو میبره بله غم انگیز بود نمیتونه باشه بله حالت غم انگیزی برای ما مون اگر هم یکی میگه که موسیقی ایرانی غم انگیز نیست اشتباه میکنه موسیقی ایرانی حالت غم درش هست هم نیست همون غمه چون خیلی هم میخوان یه کاری بکنن که یه جوری وصل فینه بکنن بله نه حالت غم انگیز اسامی هم هست استاد شما استاد بنده هستید من واقعا شما عزیزم یا تیمک مثلا نمیدونم رجب نمیدونم تمام اینا رو خب به اسم گذاشتن به خاطر اینکه به این حالت خونده میشد بعد استادمونم که چون موسیقی یه چیزی نیست که قبلا به وجود اومده باشه همه رو خب انسان میسازه دیگه بله بله و این ردیفایی که باقی مونده عرض شد که با هم تفاوت میکنن مثلا ردیفای حسین قلی با ردیفای فرض فرمت دیگه مثلا استاد سبا اینها با هم تفاوت میکنن نیست اینجور تفاوت ببین من یه چیزی گفتم در از این چند سالی که یه مدار دیگه علاقه داشتم که این کارو بکنم مخصوصا این مثلا اساتید رو میدیدم مخصوصا کارش رو میدیدم میبینم نمیدونم حالا این چجوری شده که اینشون در یک شهر دیگه بوده اونشون در یه شهر دیگه اونجا یه زمانی دیگه یه زمانی مثلا آقای چیزی در هنرهای زیبا که اینا رو ضبط کردن آقای محمود کریمی در ماهور اسم به نام خاوران گفته بله همون عین همون با همون شعر رو آقای دوامی خونده به نام نیشابورک بله مثلا بله بسیار اینا هست که اسامیشون فرق می‌کنه بله. مثل صوفی‌نامه یا ساقی‌نامه اون میگن تو ماهور اون تو اسلام اون میگن یا فرق می‌کنه بله مثلا عرض کنم مثلا بیداد و نیداود رو تقریبا مثل همه حالا شاید آقای نیداود اون رو به وجود آورده باید می‌دونید یک کمی اصلا اختلاف داره بیداد یه ذره چیزتر نیداود یک کمی کش و قوسش بیشتر حالا و اما بسیاری از مثلا نیریز رو نیریز هم در نوا هست هم در ماهور اصلا اون یک چیزی دیگه است اون یک چیزی دیگه است هیچ ارتباطی مثلا به هم نداشت نداره بله نه شعرش نه ریز آهنگ آخه ببینید مثلا جامدران خب هم در اصفهان هست هم در دشتی هم هست چون دشتی و اصفهان میشه هم اون راجه داره بعد عشاق داره فلان اینا جامدرانه به هم میخوره یه کمی با اون حالت دشتی بودنش حالت اصفهان بودنه ولی مثلا دیگه این نیریز اصلا یه چیز دیگه است اون یه چیز دیگه حالا چرا این همون اسمو گذاشتن نمیدونم به خاطر اینکه لابد مثلا همین به گوششون خورده یه چیزام یاد گرفتن گفتن این اونه بله مثلا یه شهرستان دیگه یه هنرمند دیگه یه جوری دیگه دیگه من از این چیزای پراکنده بسیار دیدم بعضی اینا آقای عقیلی اینا مثل این که موسیقیدان‌های بودن قطعات زیبا می‌ساختن جزء ردیف می‌شده مثل مثلا حسینی و رضوی اینا اسم آدم‌ها هستن یا ابوالچپ به عنوان مثال بله بله در همایون بله بله شاید بله مثلا رضوی الان توی شور دیگه بله رضوی اینا اسم اشخاصی هستن که قطعاتی ساختن کما اینکه ممکنه در آینده فرض بفرمایید که قطعات استاد شهناز رو یک ردیف کنم اون ردیف جلی شهناز خودش ابداع کرده و ساخته و هی اضافه شده همطور که کم میشده اضافه هم میشده بنده اینجا آوردم استفاده کردم از استاد مهدی خالقی اگه یادتون باشه بعد از ظهرها موسیقی سولو بود بله ولی ایشون حتما یه سنتوری باشه اکامپایمان میکرد بله این چیز بسیار زیبایی هم تو همایون هم تو اصفهان وقتی که شروع میکرد من اونو به افتخارشون و به اسم ایشون میرام درآمد دوم و تو اصفهان حساب چیز کردن آوردم چه خیلی زیباست بله دوستی بسیار زیبا و خیلی قشنگه سازیه ولی خب خیلی زیبا بله بله دیدم خیلی عرض شبت که این دستگاه خیلی مفصل هستن به نظر میاد شما اونجا که من شنیدم اون قطعات مشهور رو بیشتر یکی این یکی هم بله یکی هم به خاطر که بعضی چیزها اصلا مثل اصلا واقع شما در همین مثلا راست پنجگاه یا راک کشمیر راک عبدالله و به اون یه راک سوم تقریبا اینه شبیه همه من از آقای دوامی دارم میبینم اصلا زیاد فرقی نمی کنه بله ولی این اسم گذاری برهارت گذاشتن اینه که دیگه نخواستم متول زیادی روش بکنم بله بله اینم در یک همچین به اصطلاح
این ور آب اومدیم و با این اوضاع و احوال اینا و که فارسی بودن و موسیقی ایرانی بودن اینا، بله گفتم این غنیمتی که اقلا دوستان یه مقدار از همایون تیکای اصلیشو بدونن، از افشاری تیکای اصلی، از نمیدونم ماغوج، هر کدام مثل این بله بندش میشینه مصاحبه باستاد کساییشون هم میگفتن که بعض از این قطعات و گوشه ها به قول خودشون به درد موزه میخوره، اینا زیبا نیستن، اونایی که زیباتر هستن با بسه اجرا بکنن. خواهیدم اجازه میفرمایید یه آهنگ از شما بشنویم و برگردیم با آتان جان آهنگی خدمتون دادم پخش بکنیم و بعد میگردیم صحبت ادامه رو به خدمت شما هم بفرمایید. بعد قطعاتی از این سی دی ها زحمات شما تشکیم در خواهش رو ردیف خانی خدا در خواهد
حضور و شمعتن گرامی مثنوی اصفهان بود چنین؟ بله 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 با تار مرحوم تاکستانی. بله آقای مهدی تاکستانی، این در حدود چندین سال پیش با دریه نواری ضبط کرده بودیم که بله. گفتم که این چیزا با هم بیاد استاد. مثنوی ها چون خب میدونی تو همه دستگاهی داریم، ولی از کمتر دوستان لابد متوجه بودن که حتی ما تو 7 تا از ردیف هامون مثنوی رو داریم. حالا اسمون ردیف بذاریم، دستگاه بذاریم، مقام بذاریم، یا به قول حافظ پرده. بله پرده قشنگه، مایه. بله. مایه پرده راه. بله. چرا راه میزند این مطرب مقام شناسه؟ تو از این پرده که گفتی به در افتاد رازم. پرده خیلی قشنگه. بله خیلی خیلی. بله. حالا تو از این پرده ها یا از این ردیف ها ما 7 تاشو داریم کمتر مثلا شنیدن. اصفهان خیلی مشهوره، مثنوی اصفهان و مثنوی افشار که مثنوی پیچ هم بهش میگن. بله. اونا هم هر کدوم هست و دیگه اونا هم هست. گفت عیب که سلطان رو پسندم. شما این برسید ترکم هم اینطور. بله عرصبت که من شخصا مثنوی مثلا ابو عطا نشیدم، اما دوستی میگفتن که خواننده معروف و قدیمی که نامش آقای دردشتی بله. اینجا بودن در یک جلسه
برای اولین بار اهل موسیقی بودن مثنوی ابو عطام خوندن. دیدم بیشتر مثنوی ها رو شما خوندید. بله دیگه، مگه اونجا که بوده، حالا نمیدونم اون چه مثنوی بوده چه. بله. بله یک بخشی از این نوار نیست که نوار آخری است که بله گفتم که دفعه چون همه مثنویه و همه فرم مثنوی به اصطلاح. حالا چرا اصلا استاد من سوالم اینه که چون مثنوی که مولوی گفته به نام مثنوی و این ریتم مثنوی ها، یعنی از شعر تتمزتان به قول ما سیلاب ها بشنو از نی چون حکایت میکند هست همهش، به این علت میگن مثنوی. یا اینکه چون اینجوری ساخته شده بعد مولوی اسمش گذاشته مثنوی. من اینو البته این مقدار مثنوی عرض میشود که یعنی دوتایی به نظر شعر، یعنی که منظومه ای که در یک وزن باشه اما هر بیتش با هم قافیه باشه. بله. مثلا شاهنامه فردوسی یک مثنوی است، در شاهنامه مثنوی است. بله. اما به مولانا که رسیده و مثنوی مولوی اونقدر مشهور شده، مثنوی وقتی میگیم مثنوی ذهن اون به اون میره. بله. متوجه مثنوی مولوی است، وگرنه همینا مثنوی است. بله می‌فرمایید در باب مثنوی. بله همین میگم، مثلا سگاه هست، دشتی هست، ماغور هست، افشاری هست، ترک هست، شور هست و راست پنجگاه. ما در اینا مثنوی داریم. البته من ابو عطا نشنیدم، مثلا چهارگاه هم نشنیدم. بله. هر حال همایون هم نشنیدم. بله. بله. بسیار بسیار جالب. گفتم اینا باشه استادم، گفتم اینا باشه در یه قسمت که فرقاش هم بدونن. شعر البته همش از یک شعر استفاده نکردم، ولی خب چون همش شبیه همه مثنوی هم که میفرمایید دو تاییه دیگه، از هر کدوم شده مثلا ای خدای پرعتونه، یا مثلا سگاه سر به باستانی تو یا مه یا پری، مثنوی بحاله، مثنوی سگاه مثلا. بله. یا مثلا مخالف نار 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 هم سگاه. بله. یا مثلا چی میگم، اگه بخوام مثنوی افشاری ای به سالت آرزوی آشغان، یا بشنو از نی چون حکایت می کند. یا مثلا یه پیچ داره، یا دیگه دشتی مثلا آتشی شب در نیستانی فتاد، بشنو از نی چون حکایت می کند. مثلا دشتی با البته تیکای بعدش، یا همتون تو تور یا بله شور. بله. راستن خب مرکب خانی بشن عریس های عریب. من مرکب خانی بینیم آوازهای ایرانی ردیف ها همشون مثل یه رودخانه هست که به یه تقریب هم راه دارن. بله. مثلا شما وقتی که اینات عادت شما میدونم گفت بخواه از زبان بنده یه چیز بشنید. نخواهش بود اختیار دارید، مخلص شما. خدمت عرض کنم که مثلا وقتی که شما مثلا شوشتری در اصفهان هست که در همایون هم هست میخونین، تو اون شوشتری خیلی راحت میتونین منصوری بخونین. از منصوری میشین میرین تو چهارگاه مثلا. تو منصوری مال چهارگاه است. ولی ما ایرانی ها رسم و سنت اون این هست که موسیقی که از اونجایی که شروع کردیم ابتدا باید آخرش هم اونجوری ختم کنیم. ما نمیتونیم مثل اعراب مثلا از سگاه داریم میزنیم بعد یه دفعه مدلاسیون میکنیم در ابوعطا تموم میکنیم. چی میگیم؟ یعنی باید فرود باعثی به همون باشه. سگاه که خوندیم. بله. اگه همایون خوندیم تو همون بیاد. یعنی شده چگرد کار اینه. بله. جایی نریم همونطور بمونیم. بله. مرکب خونی یعنی از یه دستگاه به دستگاه دیگه رفتن. مثلا شما از اشاخ راحت مثلا شور نمیتونی بریم. مثلا اشاخ که این اشاخ تو اصفهان هست، تو دشتی هست، تو همایون هست. شور یه از این میتونین حالا دیگه شور هم بخونیم بعد بشه دیگه. یا تو مثلا
به اصفهان یا بیان توی همون همایون. بله. این که فرمودین که از اونجا که آغاز میکنی و از فرود به همونجا باشه آقای بله آقای استاد شهناز میگفتن که یک شبی بود ما در یک محفلی بودیم و مرحوم غلام حسین خان بناشو گرن خوندن کویشون یادشون رفته بود که از کجا شروع کردن اون بالا مونده بود میگشت دنبال فرودگاه میگشت گم کرده بود اینا خب ولی من حواسم جمع بود و زدم و نشوندم ایشون رو به همون جایی آغاز کردم و گفت من بغل کردن و بوسیدن و گفتن آبرو من حفظ کردین اینا واقعا هست اتفاق بله. بسیار افتاده که یادش میده خواننده کاملا کاملا مخصوصه که حالا جوابم فرده خب ببینید چون پر شما با پرده کار دارید بله. با دست کار دارید پرده اونجا هست نمیتونی زیاد فراموش کنی ولی حنجره یک چیز باز بی پرده ایست بله. که شما خیلی مشکله که بتونید مثلا اون رو مهار بکنید اگر که اونقدرها خبره نباشی آگاه نباشی ولی خب پنجست به خود راحت میایید و با سال یه اصطلاح دیگری هست که خیلی به کار میده مثلا مناسب خانی بله این مناسب خانی ممکنه معنی مختلف داشته باشه بسیار اصل بله. کار همونه بله اصل همونه یعنی در یک مجلسی خب که یک خواننده داره میخواد خواننده رو در قدیم شما بهتر میدونید باز بهش میگفتن راوی بله این کسی بوده که روایت میکرده حالا از شعر حافظ سعدی نمیدونم هر چی جامی هر بله. کسی و به فراخور حال من یادمه که این اتفاق درست به عکسش رو در دانشگاه دیدم نمیخوام اسپیارم بله البته که فرمودین مناسب خونی یعنی که حالا در این مجلسی نشستن اگر مجلس حاضر مثلا عقدی حالا عروسی دور هم نشستن یک راجع به مثلا دو نفر تو عشق تو کبوتر مثلا اینکه مناسب اون مناسب محفل باشه هیچ چیزی نباشه بعد اینکه میخوام عرض کنم دانشگاه تهران وقتی آقای قویمایی بوده یکی بود که سالها روز چرخ بود و اینها از اساتید دانشگاه آورده بودن بعد به افتخارشون در سالن فردوسی برنامه هم بود که یکی از خواننده‌های مشهور قرار بود با میخوندن و بسیار کنسرتی بود اینا بعد بلافاصله خواننده که شروع کرد حالا ایشون مثلا اون با همون خوابوندن روی اون برانکارد آورده بودن اینها هم هم اقوام و دوستان و اساتید این شعر خوندن در رفتن جان از بدن گویند در نوعی سخن چه بد بود هم خود چشم رو خیشتن دیدم چه جان مثلا خب این درست به عکسی که انفر بودیم بله مناسب خونی که نیست چی تازه بیام چی هست چی میگم نامید کردیم ما رو بیشاره رو بله بله از این داستان ها بله بله کلاس های این استاد قدیم مثل تاج و عرض کنم که استاد قدیم ترین ها این قضایه رو تدریس میکردن حتما بله 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 که به موقع مقصدم کسی که خیلی روی این کار خیلی مهم یکی آقای تاج بود من دیدم یکی جناب قوامی که درست خوندن اولا آقای قوامی حرفی که میزد خیلی زیباست میگفت شما چرا شعر به این زیبایی اولا موسیقی ایرانی موسیقی آوازی است موسیقی اینسترومنتی نیست حالش که نبوده حالا از این به بعد عجب داشته بله. باشیم هم بازم مردم قبول ندارن شما ارکستر 200 نفره درست کنی یه جور کنسرت بزنی همه خب خواننده‌اش کیه بله خوشم میاد یعنی همه چی در خدمت آواز در خدمت آواز و بله. صدا مقدار این که دیگه حالا سنته و اما ایشون میگفت وقتی که شما داری شعر حافظ به این زیبایی میخونی بخواد پشتش دوهوس یعنی چه میگین امان 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 این چیه نمیگه هیچ موقع حبیب من قوامی هرگز اینو نگفت باید ما بخواهم اینا رو حذف بکنیم این جانم جانم و اینا آخ جان وای بله اینا رو دوست نداشت قوامی بله بله نه گفت اقتلی نداری خواننده اینا رو بگه من هم به دوستان عزیز که با هم کار میکنیم اینجا از کلاس و اینا دستم میدونم که یک از دوستان اونم الان اینجا تشت دارن بله مهندس صدیق بله سیار و سیار جرمان نازنین و همیشه هم بودن و خیلی هم بله مهندس صدیق بله اینا من به دوستان میگم هیچ وقت نگه هیچ وقت هم نمیگم دوستی امانی های اوی درسته ولی یک نوع حالت به قول معروف بیان حال نیست یه اکسپریشن درد یا فراق یا چون ما بخوام اینا رو حس کنیم برای عارف قزوینی بیچاره چیزی کم نمیمونه چیزی براش چون انقدر جانم جانم و اینها در عارف هست که تو خود شعر بله تو خود شعر آره من میام وقتی که شعر خودش هست الان گفت وقتی شعر خودش هست دیگه اون گفتن نداره آها اضافاتو غلط نیست بله گناه هم نیست بله کار بدی هم نیست ولی بله. اصول کلاسیک نیست بله 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 بدون آدم بتونه بعد یه جایی هم که گفت چرا نباشه
یه حرفی هم توش بزن. ولی دیگه همه از اولش امان 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 آقا یعنی چی امان امان امان. خب وقتی مخصوصا برای صدایی که به اون زیبایی میتونه بعد با خود حنجره بود چیز کنه. یکی هم تناسب مقامی که میخوایم بخوانیم با شعری که انتخاب میکنیم، این هم خیلی اهمیت داره. بدون شک اصولا مثلا شما همایون که ماهور که میخونی خیلی متنتن و چیره، ماهور دعوت کننده است یا آمرانه است. بهتر که با یک شعر اونجوری بگیم یا نه یه شعر غمگین مثلا به عکسش افشاری مثلا ابو عطا اون حالت که میفرماین حتما داره. این هم هست. یکی دیگه که من با دوستان همیشه در میون میذاریم اینه که یه وابای بی خودی ما از قدیم و ندیم استادامون هم تو این کار رو بردن. بله. همچو فرهاد و بود. بله خیلی غلط بود. یعنی همچو فرهاد و بود. خب میشه راحت گفت همچو فرهاد بود. بله. دونه همچو. بله. یا بسیاری از خیلی خیلی چیز دیگه من مثلا حالا خیلی هاشون یاد داشت میکنیم سر کلاس همیشه مثال میزنیم که نه اینا نباید نباید بگیم. راسته راجب کلاس میگفتین آقا علی مدت هاست که شما یک کلاس من بله در دنیای موسیقی و چون هم خودم علاقه دارم هم میبینم بعضی دوستان هستن که میان همه نمیخوان به اون صورت خواننده پروفشنال بشن، میگن که ما دوست داریم موسیقی رو بشناسیم. گفت به قول حافظ که میگه تا نباشی آشنا از این پرد رمزی نشنوی، تا آدم آشنا به هر هنری نباشی از اون لذت رو نمیبره. مثل یه آتلیه همچون من مثال زدم، وقتی آدم اصلا نقاشی نمیدونه از اون آبرنگه فقط خوشش میاد اون عکسه، ولی دیگه اون امپرسیونیسم نمیدونم سیاه قلم نمیدونم رنگ روغن فلان اینا چیزی حالیش نمیشه. بله. ولی اون کسی که وارده میفهمه اون چه کرده، مثلا اون کسی که تازه مثلا حالا مثلا از کارهای دالی یا فلان اینا چی هست. در موسیقی هم همینطوره، شما وقتی که بیشتر آشنا باشی بیشتر لذت میبری. درسته که موسیقی زبان بین‌المللی است، ولی اون نمکی که باید بشناسی و خوشت بیاد باید داشته چیز داشته باشه، باش آشنا باشیم. موسیقی مثلا موسیقی کره‌ای تو روحانا ما میشنویم، بله. ولی اون لذتی نمیبریم که ما از موسیقی عربی، بله. میبریم از بله. خودمون میبریم به خاطری که میشناسیم. موسیقی محلی داره. شما بس معلم خوبی باشی، من فکر می‌کنم کسی مهندس صدیق بتونه خواننده کنه. اینم خیلی خوب بخونه. خوب میدونه درست. یعنی بله. کسی اصلا ایشون که میدونه چیکار، یعنی اون چیزی که میگیره میخونه. بله. بعضی اصلا انقدر هرز رفتن و از این خوندن از اون خوندن اینا سخت اونها رو از مغزشون خارج کنن. بله. اجازه بدید در باب این صحبت کنیم، در باب این آلبومی که شما عرض کنم که اینا کم دارم کجا گذاشتم مهم نیست. اگه باشه بله با همین نگاه میکنم. عرض کنم که این رو این مجموعه رو از چه طریقی در اختیار علاقمندان میذارید؟ این رو دادم به آقای دوست عزیزم آقای پرویز کاردان، یا ایشون تقبل کردن که به اصطلاح این تهیه کردن و دوستانشون که در اونجا هستن این مجموعه رو درست کردن و بعد چاپ کردن و تکثیر کردن و خودشون هم دارن به اصطلاح مفسیر. خب اجازه بدین که عرض شود که از شما بپرسم که در عصر جدید فکر میکنم ما سه نوع سبک خواندن داشتیم. یه قدما بودن مثل مرحوم تاج و سعدی خونسالی، سبک اسلام، ولی حالا به هر صورت سبک آذربایجان هم بوده، تهران هم بوده. و بعد دوره دومی از خوانندگان اومدن، از کنم که شاگردان آنها بودن یا پیوسته آنها بودن، مثل آقای ایرج، آقای برفاگانی، خواندای جدید، خود شما. و بعد انقلاب، و بعد از انقلاب شما موسیقی آواز ایران رو چگونه می‌بینید؟ من اینجوری که میرم آن کسانی که میخونن خیلی زیبا میخونن، بله، بسیار خوبی هم داری، بله، چه در یه مقدار آواز چقدر ترانه، ولی باز یه مقدار میتونم بگم که باز مثل حالتهای مذهبی توش هم من میشنوم. بله همینجوره. البته پاپ میوزیک هم هستن که خیلی خوبی هست میخونن. من مثلا خیلیشون هم آمده بودن اینجا، من در واشنگتن یه برنامه گذاشته بودن که مسابقه بود و فلان اینا جایزه میدادن، من به عنوان من آقای خرم رفتم اونجا دعوت کرده بودن و جوری دیدم از ایران واو چه کسای جوان اومده بود که مثلا 18 19 سالش بود واقعا نشست و شما نفهمیدید با این کار این چه کرد اصلا. بله خیلی غریب با پیانو با اصلا عجیب و غریب. چون الان سالها میگذره مثلا
حالا مثلا شما الان استاد ابوالحسن صبا رو درست یه استاد، ولی شما ویولنشو میشنوی یه مقدار خب از نظر چیز قدیمی، بله قدیمی اصلا اصلا مثل یعقی یا مثلا حبیب خان نیست. بله درسته. ایشون کاری میکرد که اصلا چون وقت استادا بعضی زمانی که بگذره یه سیم مثلا به تار میتونن اضافه کنن بزنن، ولی این اصلا یه چیزی اختراع کرده بود در تار که عجیب غریب بود. یکی هم پیانو میزد، یکی هم مثلا آواز میخوند. من دیدم واقعا چه استعدادهایی هست که خود دارم جامعه مقدار فرق. ولی این آوازهای جدید همش یه شکل آقای عقیلی، یعنی سبکی من ندیدم در این آوازه بعد از انقلاب، یا پیروی آقای شجریان میکنن اون که بله، و عرض کنم که یا حالت خانقاهی و اینها، سبکی ندیدم من در آوازه. خب محیط بعد گفت براخره همه چقدر محیط متعلق بله 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 علت چه انقلاب بود و وضعیت فعلی ایران، و یا این که باید مطلقاً مثلا بیام مثلا در پاپ میوزیک که اونم خب یه رشته دیگه است به طور کلی، ولی اگه میخوام اون حال هوای خودمون الان رو داشته باشیم همونی که میفرمایید بله. اون در اینجا شاید اونجا به وجود نمیاد، چون اون علاقمندان حقیقی موسیقی ایرانی جستجوگر آواز خوب هستن نه ترانه و تصنیف، و این عرض میکنم این آواز بوده که رسالت شعر رو هم به دوش گرفته به آننده رو. این همیشه همیشه این ساز در خدمت آواز، غزل در خدمت آواز، این آواز رکن اصلی موسیقی بوده. وقتی که آواز خان بزرگ نباشه در جامعه، پیداست که موسیقی پس رفته. توجه میفرمایید در همون روزگاری که رادیو بود و اینها، خب سبکای مختلف بود، مرحوم محمودی یک سبکی داشت، آقای ایرج شاید آقای گلفردین سبک داشت، یعنی مردم سیراب میشن از آواز ایرانی بله. امروز این نقصان و این نقیصه هست، این کمبود کاملا محسوس هست بله. در صحنه موسیقی بله، این نظر من بود بله. ممکن نظر شما چیه بله، چون این آواز هست که در حقیقت بیان حال و مافز ضمیر شاعر رو میکنه بله. به زبان موسیقی ایرانی، یعنی اون بله. بله. یعنی آواز بله دست داشت بله، و این آواز امروز نیست متاسفانه. یعنی و بفرمایید مثلا مطلبی چون در تقسیم بنده بفرمایید، چون ببینید اول مثلا در به طور کلی موسیقی ایرانی مجموعش از پیش درآمد شروع میشه بله، در برنامه بعد همین آواز هست بله، بعد مثلا یه چهار مزراب هست، بعد باز آواز هست بله، بعد ترانه هست بله بله، و بعد که آواز هست بعد آخرش رنگ هست رنگی بله. اینه که ببینید که تقسیم بندی بیشتر همش تو آواز، اینا به کمک آواز آمدن بله آواز بله بله، اصل آوازه بله. بگم این ترتیب رو هم مرحوم خالدی آوردن که به این شکلی ترانه آواز ترانه و رنگ هم از ضربش خانه و ترکیب زیبایی بود واقعا بله. خیلی خوب بود بله بله بله. به هر صورت مثل که وارتان گرامی گفتن که برنامه تمام شد، هوشمند گرامی عزیزم من واقعا لطف کردین اومدین، اول گفتم والا در جایی که جناب استاد من مخلص مهندس بهرام مشیری باید صحبت میکرد که واقعا این هم علاقه من واقعا دارید از سر و سر دنیا عزیزم، خیلی لطف کردید، همه حرفا و صحبتها رو امروز من تیول خودم کردم، اونم به خاطر این که واقعا شما به من این محبت کردید. من مخلص شما، خیلی لطف کردین اومدین، میبرم با شما رو ببینیم، قرمونتون برم، وقت ما در اینجا هموطنم به پایان رسید. تشکر. عرض کنم که با سپاس از جناب هوشمند خان عقیلی عزیز قدیم من و مهندس کاظم صدیق زحمت کشیدن و به ما هم رایت دادن امشب، و آقای وارتان که دارم و آقای وارتان عزیز که همواره حواسشون بسیار بسیار جمع برنامه هست و همواره برنامه رو به خوبی هدف فنی میکنن. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ ایران زمین میسپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.